شخص من بسیار حائز اهمیته و امیدوارم هستم که همه شما هم توجه داشته باشید. برای که صحبتی میخوام بکنم برمیگرده منو به سال 1983. در سال 1983 زمانی که من دانشگاه درس میخوندم، سال دوم دانشگاه بودم اگه اشتباه نکنم، در اون سال در سال 82 به درخواست من پدرم سرمایه گذاری کرد روی تلویزیون که در هفته یک ساعت این برنامه تلویزیونی که به عنوان تلویزیون اسمش بود در آمریکا پخش بشه و علاقه زیادی که من داشتم پدرم این کار رو انجام داد. در این تلویزیون هیچیش برای من خوب نبود غیر از آشنایی با یه شخص، و زمانی که از این تلویزیون ما اومدیم بیرون و دیگه جدا شدیم علاقه زیادی به نوشتن داشتم و حساب بکنید یه پسر 19 ساله اگه بخواد بشینه بخواد یه بنویسه یا کاری بکنه کسی نمیتونه قبولش بکنه و بگه این آدم میتونه ازش از این عهده این کار بر بیاد. یادم میاد که رفتم به مجله رایگان به سردبیری آقای مانوی خدابخشی ها و بهشون گفتم که من دوست دارم بنویسم. خب ایشون من از اون تلویزیون میشناخت و میدونست کار من چجوری بوده و چقدر علاقه به سینما و فیلم و اینا داشتم. در سال 1983 ایشون به من یه نصف صفحه داد، گفت نقد فیلم بنویس. من سال 1983 در زمانی که هیچ کسی من رو باور نداشت نقد فیلم رو شروع کردم و به نوشتن نقد فیلم در یک مجله و نصف صفحه یک مجله. رفته رفته به این باور رسیدیم که میتونم یه صفحه هم بنویسم. به خاطر وسواس زیادی که از اون زمان و امروز بیشتر و بیشتر شده صفحه بندی مجله رو خودم انجام میدادم برای اون صفحه خودم. در همون زمان یکی از دوستان خبرنگار که الان 70 خورده سالش فکر کنم هست و هنری نویس مجله بود، زمانی که دو تا مجله از هم دیگه دو تا شریک مثلا از هم جدا بشن که آقای مانوک از یه طرف بره و اون یکی شریک از طرف دیگه، این دوست نویسنده بود که بعد هم سردبیر شد و روزنامه هم سال هاست که چاپ می‌کرد، شرطی گذاشت، گفت من به این شرط توی این مجله می نویسم که امیر قاسمی که اون موقع بچه‌ای بیشتر نبود ننویسه و شما من فقط مدیر بخش هنری باشم. آقای مالوک از من خواست به من گفت شما حاضر هستی که کل بخش هنری مجله رو تو بنویسی؟ و من از این شخص خداحافظی کنم؟ من گفتم میتونم. و در زمانی که باز دوباره هیچ کسی باور نداشت من مسئول بخش هنری یک مجله شدم که پرتیراژترین یا معروفترین مجله ایرانی در آمریکا به زمان بود. بعد از اون این جسارت رو تونستم بکنم که آلبوم همسایه‌ها با صدای سیاوش شمس رو تولید کنم. باز هم حمایت مجله رایگان پشت من بود و حمایت مانوی خدابخشیان و آلبومی رو به اون در اون زمان به بازار عرضه کردم که خیلی از خواننده‌های بزرگی که در اون زمان من باشون کار می‌کردم و باشون برنامه انجام می‌دادم یا کارهای مختلف می‌کردم همشون می‌گفتن که دو تا بچه اومدن و می‌خوان کار موسیقی انجام بدن. اون دو تا بچه من بودم و سیاوش شمس و یه آلبومی که توش 5 تا آهنگاش هیت شد و پرفروش‌ترین آلبوم جز 10 پرفروش‌ترین آلبوم تاریخ خارج از کشور بود. آهنگای دخترونی، مال منی، نگو کیه، قهر و آشتی، همه اینها مال اون دوران من و اون سن من بود. و امروز باور دارم که اگر مانوک خدابخشیان اون روز به من این موقعیت رو نمیداد هیچ زمانی
من این موقعیت نصیبم نمیشد که امروز در مقابل دوربین قرار بگیرم و از استاد خودم دعوت کنم که مهمان برنامه من باشه. خانم آقایان، ما روی خدا بخشیم. I love you. I love you more. I'm proud of you. بالاخره جانی کارلسون شد. اگه یه نفر باور داشت فکر کنم مانوش بود دیگه. من همیشه باور کردم که علیرضا حداقل 100 سال از این شهر خراب شده جلویه. مرسی. و امروز هم اومدم با اینکه هیچ جا نمیرم. اول می‌خواستم با تیشرت بیام. چون واقعا لباس پوشیدن برام خیلی سخت شده بعد از شکست شدن پام. ولی به تونی جوانسالم گفتم فقط اومدم ببینم چقدر موفق شدی. مرسی. و میدونم شدی. مرسی. I love you. I love you. مارشان. یه چیزی بگم به شما تا همه یادتون باشه. 19 سال من اتفاقا خواهرای من این دو فرشته میمونن به من گفتن چطور شد پذیرفتی جایی رو بری چون شاهدن تلفن میاد برای مصاحبه بری من هیچ جا نمیرم گفتم به خاطر لحن علیرضا امیرقاسمی لحنش درست مثل روزی بود که اومد مجله رایگان و گفت میخوام بنویسم منم گفتم بنویس و جالب این که همین علیرضا امیرقاسمی وقتی در 19 سالگی اولین مقالش هم درباره جمعه بود جمعه فرهاد اسفندیار منفردزاده و شهریار قنبری دو هفته بعد 6 نفر در این شهر از بزرگان شهر بیانیه دادن تا زمانی که علیرضا امیرقاسمی در اون مجله می نویسه ما آگهی نمیدیم به این مجله ولی 3 ماه بعد همشون اومدن با معذرت خواهی قبول کردن که چه بچه متفاوتیه علیرضا واقعا بالاخره پسر خانم آپتین نمیتونست به جز این باشه مرسی مانوشان شما همیشه دنیا رو جز دیگه میدید و یه چیز جالبی که وجود داره ما یه قلم فارسی داریم یه قلم مانوکی داریم من همیشه میگفتم و من با اینکه پدرم همیشه مینوشت و نویسندگی میکرد ولی من قلمم قلم مانوکیه و استایل مانوکی مینویسم دیده شما نسبت به دنیا همیشه فرق داشته و حتی یادم میادش درباره فوتبال در جام جهانی که چند سال میگذره از اون برنامه که با هم داشتیم 2006 بود نه؟ 2006 بود نه؟ 2006 تا حالا بیرم 2006 شما یه صحبت کردی روی صحنه بین بقیه بچه هایی که فوتبالیست بودن یا تو کار فوتبال بودن و این صحبت هیچ وقت فراموش هم نمیشه یا تو چی گفتی؟ دو ملیتی ها؟ درباره لژیونرهایی که قراره بیان ببینید فوتبال همه اشتباه میکنن فکر میکنن اون 11 بازیکن هست الان رضای نازنین پشت صحنه به من میگفت شما چطور در مورد پوشکاش صحبت میکردید مجارستان که دوستای مجاری من تعجب کرده بودن که شما ببینید فوتبال سیاسی ترین بازی دنیاست در آمریکا اون جا نیفتاده اما همون فوتبالی که شما از من خیلی بهتر میشناسید نگاه کنید جامعه آمریکا رو چگونه پولارایز کرده یک جوونی آمد به اصطلاح اعتراض کرد به پرچم آمریکا بعد موج ساخت که به نظر من موج دوم بسیار ابلهانه بود موج اول اون کار درستی بود
البته اگه یادتون باشه دفعه اول اون بازیکن نشست. بله. درسته نشست. نه، اول نشست. اول نشست. بعد یک دوستش که رنجر ارتش آمریکا بوده بهش پیشنهاد میکنه که شما بهتر برید زانو بزنید و اعتراض کنید. درسته؟ حقه. ببینید انقلاب همیشه تو مغز یک نفره. هر جنبشی. اون آقای ماتستون باهوش بود. میگفت شما حوضچه رو درست کنید، ماهی میاد میفته توش. The field of dream یادتونه؟ If you build it, they will come. دقیقاً. بنابراین این آقای جوان درسته برای پلیس بروتالیتی اعتراض کرد. اون کار تا اونجاش خوب بود. ولی آوردن فوتبال، تبدیل اون به یک صحنه به اصطلاح سیاسی که من میدونم از کجا سرچشمه گرفته، اونجا اشتباه است. درسته؟ پس بنابراین ورزش رو میشه کرد سیاست، ولی باید فهمید خطوتش کجاست. در اون مورد هم وقتی در زمان تلویزیون عالی تپش ما اومدیم، چون من و حداقل تونی جان یادمونه، یه آقای دوست شما بود به ما گفت من میرم و یک تلویزیونی در لندن میزنم که از تپش بهتر باشه. بله. اشتباه کرد، رفت تپش زد. میدونی چی میخوام بگم؟ اینو میخوام بگم، یعنی تپش اون روزها یک قدرتی در صحنه جهانی ایرانی ها بود. اما من نیومده بودم فوتبال بگم. جام جهانی 1978 هیجانش خیلی بیشتر از اون جام جهانی. اما چی گفتم؟ گفتم دوره لژیونرهای ایرانی تموم شد. اگه یادتون باشه آقای علی دایی، باقری، مهدوی کیا همه رفته بودن خارج. بعد می اومدن برای تیم ملی. اینا رو میگن لژیون. اولین بارم ایتالیایی ها راه انداختن. من گفتم به زودی یک نسل دو ملیتی میاد در فوتبال ایران، یعنی تمام بچه‌هایی که در خارج، همین مثل همین بچه‌هایی که الان خواننده شدن، اونهایی که در خارج هستن میل و علاقه این رو پیدا میکنن که برن برای ایران بازی کنن و اونجا شما یک فوتبال دو فرهنگی دارید و دو ملیتی و الان میبینید که بازی کن. الان من هیچ کدوم رو نمیشناسم. من بجز دژاکه که اسمشو یه بار شنیدم نمیشناسم. ولی اتفاقی که الان در ایران افتاده اینه که بچه هایی که در خارج متولد شدن یا بزرگ شدن دارن ایران رو تسخیر میکنن. من یه بحثی از شما و آقای مسعود امینی دیدم، تونی دیروز برای من فرستاده بود یک کلیپ کوچک. بس قاطی شده بود. چرا؟ علی رضای عزیز هنوز همین لس آنجلس خراب شده که ما ساختیم و بعد به چه روزی افتاد، همین لس آنجلس به اصطلاح شهرک هنری میتونه تأثیر زیادی داشته باشه تو آینده ایران. چرا که هنوز همه میخوان گوگوش بشن، همه میخوان سیاوش قمیشی دوست نازنین من بشن، هنوز شهرام شهرپره عزیز من محبوبیتش خیلی بیشتره و همینجور چهره های دیگه. بنابراین قدر این شهر رو بدونه. این شهر با این آدم ها، با این سرمایه، من با آقای بیژن نازنین، من 20 سال پیش با بیژن 3 روز بودم، اونم میگو من مانوکی می نویسم، هنوزم صداش هم دارم تو نوا. و جالبه یه چیزی گفت، صدام حسین که ازشون کراوات خریده بود، گفت مانوکان این میفته تو گردن این دارش میزنن. خیلی جالبه برای من، خیلی جالبه. اونو من دارم من میزن و اتفاق افتاد. بنابراین این لس آنجلس رو خیلی مفت از دست دادیم. درسته؟ خیلی با دشواری ساختیم این لس آنجلس رو که امروز بفهمید اینم اثراتشه. بنابراین قدرش رو بدونید. هنوز نسلی خواهد آمد، یادتون نره اون پندار نیک و کردار نیک و رفتار نیک خوب بود، ولی الان میشه پندار شیک، رفتار شیک، کردار شیک. یک نسل شیک میاد مثل شما. مرسی. مارو جان، رفتن به روسیه و همین جام جهانی مطمئنن سیاست هم در کنارش داره. صد درصد. ببینید
حالا آمریکایی‌ها و خاندان وینسور لندن بهشون برخورد وقتی کاندیدا شدن برای المپیک برای جام جهانی. یادتون باشه همین پرنس با آقای بیکم رفتن که 24 یا 22 رو بگیرن که قطر خرید. درسته. بعد اینها اومدن پرونده سازی کردن، گفتن فساد، حتی می‌خواستن جام جهانی رو از دست پوتین بگیرن. ولی یه دفعه متوجه شدم پوتین روباهی است که صد تا اینها رو کلا می‌ذاره سرشون، بنابراین کوتاه اومدن. ببینید امروز برای پوتین چه می‌خواد مسابقات سوچی باشه، چه مسابقات جام جهانی باشه، اون هدفش فقط اینه که دوباره بگه ما امپراتوری روسیه داریم و من تزار کرملینم. الان ایشون در واقع تزار خاورمیانم هست. درسته؟ درسته. الان تمام خاورمیانه زیر نظر ایشونه. البته بازم برای شما اینجا بحث سیاسی نمی کنیم، حیف برنامه به این شیکی بریم در این قضایا، اما یادتون نره من فقط به عنوان اینکه اگر فردا با هم بحث میکنید، چون من دیدم حتی در مورد آقای ترامپ چقدر اشتباه قضاوت میکنن، آقای پوتین رو آقای هنری کیسینجر فرستاده اونجا، مشاورش هنری کیسینجره. اگر آقای پوتین نمیرفت و یقه گروه قدس رو در سوریه نمیگرفت، کنترل نمیکرد اونجا رو، جنگ سوم جهانی همونجا شروع میشد. اما آقای پوتین وظیفه سفیر آقای کیسینجر رو بازی کرد در اونجا، الان هم میبینید همه چیز آرامش داده. اینه بازی. سلامی مانو جان، ترامپ برای ایرانی ها و این مسئله ای که خب همچنان خیلی ها در وحشت این هستن که آیا اتفاقی که افتاد، آیا ایرانی ها میتونن بیان آمریکا، نمیتونن بیان، خود این ترامپ به نظر شما تو چه موقعیتیه؟ ببینید دو سال پیش هنوز پام تقریبا دو ماه بعد پام شکست. شاید علت پیشگوی‌های بی خودی بود. آقای ترامپ می اومد رو خط خانم ونس استر در فاکس میوز، یادتونه؟ بله. من گفتم این ران میکنه. شاهدم تونیه. اوکی. حتی تو بیمارستان که بودیم تونی معتقد بود که ترامپ آمده حزب جمهوری خواه رو خراب کنه. من بهش میگفتم درسته، این استبلیشمنت آمریکا رو به هم خواهد ریخت. کسانی که ترامپ رو آوردن، که آوردن، اشتباه نکنید، ترامپ کازینو دار یک دفعه نمیشه پرزیدنت آمریکا، آنهایی آوردن که دیدن در سیاست‌های 8 ساله اوباما آمریکا یا یک کشور درجه دو در جهان به علت اون پروژه به اصطلاح نوبل صلح و بقیه. نه اینکه آقای اوباما بد بود، اندیشه اوباما این بود، داکترین اوباما این بود، بعد از اون مسائل آقای بوش، عراق، افغانستان آورده بودن که یک قرص مسکنی برای آمریکا باشه. پس بنابراین باید هم سیاستاش یه مقداری آروم باشه. اما آمریکا باخت، آمریکا در تمام صحنه ها باخت. مخصوصا فراموش نکنید دنیا دنیای اقتصاده، گوش نکنید به آقای سندرز و هیلاری کلینتون، اینا میان به وال استریت حمله میکنن، اینا پول از وال استریت میگیرن، خودشون میلیونرن، بعد از سوسیالیسم صورتی صحبت میکنن. نه، دنیا اقتصاده، وال استریت و چین، مسئله چینه. اگر امروز شما میبینی آقای ترامپ بند کرده به ایران، بند کرده به خاورمیانه، به خاطر اینکه یک خطری که وجود داره، چین داره تمام مناطق رو میبلعه. بنابراین این قضیه به اصطلاح لغو و اینا مسائل سیاستی کوتاه مدته. فردا هم خواهید دید، حالا همه نگران اینن که برجام آیا میماند یا میرود. من نوشتم آقای ترامپ یه اخلاق خوب داره، با سه تاس بازی میکنه، دو تاس دستشه، یکیشم تو آستینشه. الان یه روز میگه من برجام رو نمیخوام، یه روز هم میگم ببینیم چی میشه، ولی من فکر میکنم ایشون برجام رو طلاق میدن، خودشون صیغه میکنن.
ببخشید من نمیخوام بحث سیاسی کنم. نه سیاسی نیستش. خب جالب بود برای ما ایرانی ها در آمریکا. خیلی خوبه. خوبه. نه ببینید 40 سال پیش وقتی من تو مینیسوتا بودم هنوز انقلاب اتفاق نیفتاده بود. درسته. من 6 ماه قبل از انقلاب اومدم بیرون. بعد یه روز بدون کار بدون آینده موندیم در خیابان. ببینید نگاه کنید ایرانی ها به کجا رسیدن تو این مملکت. یک روز تو اون تلویزیون اندیشه بحث بود. 3-4 تا از این چپی ها نشسته بودن و چه داستان بافیایی میکردن. من گفتم آقایون شما از کجا اومد؟ 2 تاشون از نروژ اومده بودن. گفتم اگه شما در نروژ و سوئد میموندید که فسیل میشدید. اومدید آمریکا در بهترین دانشگاه درس میدید، در تلویزیون اندیشه هم کار میکنید، باز معتقدید که آمریکا رو باید تبدیل کنید به یک کشور اروپایی. خود اروپایی‌ها دوان دوان میدونن دنبال آمریکا. آمریکا چش برای ایرانیا بد بوده؟ نه. شما خواننده هاتون نگاه کنید 40 سال هنرنمایی میکنن، مطبوعات دارید، روزنامه دارید. این امروز هم شما نباید منتظر باشید آقای ترامپ بره برای شما ایران رو نجات بده یا کاری بکنه. یک ملت باید یک شعور جمعی پیدا کنه. همیشه هم نباید انقلاب کرد. ایران ببینید آینده ایران در یک جمله است، رنسانس. ما باید خرد رو بذاریم جلوی خرافات. خرافات پدر ما رو در آورده. این خرافات اگر شما بیرون بکشید یک ایران آزاد مستقل که من میگم داکترین پهلویزم. الان رضا جان میپرسید چیه؟ گفتم داکترین پهلویزم این نیست که سلطنت برگرده به ایران. پهلویزم یعنی ناسیونالیزم، مدرنیزم، سکولاریزم. اوکی؟ شما به این احتیاج دارید. دنیا روی میچرخه. شما نمیتونید از دنیا جدا بشید. دنیای بسیار خطرناکیه. یک قدم عقب بمونید 100 سال عقب میمونید. و امیدوارم هرگز ما نبشیم عراق و نبشیم سوریه. و من فکر میکنم تنها راه نجات ایران تمام افرادی که در خارج از کشور هستن، نه با جبهه‌گیری، نه با ایدئولوژی، نه نوکری رژیم کردن یا به علت منافع شخصی وابسته شدن، بلکه با احساس این که این ایران چه باید بشه وارد بشن. نشینید. من بهتون میگم خیلی اوضای خطرناکی در پیشه. خود ترامپ برای نجات آمریکا آمده. وقتی یک رئیس جمهوری میاد برای نجات آمریکا، وای به حال ما که نتونیم خودمون رو نجات بدیم. من حرفم من اینه. 40 سال پیش زمانی که برنامه ورزش از نگاه دو در ایران بود، مولوی خدابخشیان پیشگویی میکرد. آقای اینانلو بودن با شما، خدا بیامرزدشون، و نفر سوم آقای ادیبزاده بود. آقای ادیبزاده اتفاقا یه نکته الان به بچه ها، به آقای عماد و آرا و مهران میگفتن. هر روز ادیبزاده از پاریس زنگ زد. ایشون سالها در رادیو فرانسه کار کردن، پسرشون هم همینطور آرش عزیزم. گفت که 2 نفر سوال پرسیدن موندم. گفتم حالا این سوال احمقانه چی بوده که موندی توش؟ گفت یک داکومنتری درست میکنم برای 1978 جام جهانی. از من پرسیدن آیا در 1978 هم وقتی تیم ایران رفت جام جهانی اولین بار با 16 تیم رفت، آیا مردم به خیابان‌ها ریختن؟ این جنین شروع هیجان. گفتم چرا باید می‌ریختن؟ مردم همش تو خیابون بودن، شاد بودن. چه احتیاجی داشت که برای اعتراض به خیابون بریزن شادی کنن؟ فرق حالا با اون موقع همینه. الان شما شادی برای شما شده ابزار. این نسل نازنی، این سیندرلاهای ایرانی، به سرای شی ناچارن در چهارشنبه سوری، در تاسوعا عاشورا، در یک جوری بیان در خیابون خودشون نشون بدن. اون موقع ایرادها بود، 100% بود.
من همیشه ایراد گرفتم، برای همینم 8 ماه زودتر از انقلاب از ایران خارج شدم. همون صحبت ما همیشه حرفای ابلهانه زیاد میزنیم. حالا این آقای ترامپ اومده خوب میگه، میگه فیک نیوز. ما همیشه تو فیک نیوز زندگی کردیم. اولا من بزرگترین شانسی که هر جوانی این تقدیر هر کسی نیست، من پسر و شاه اون مملکت، ولیعهد اون مملکت با من برنامه اجرا کرده 4 ساعت. اوکی؟ یادم در تاریخ هرگز اتفاق نیفته ولیعهد یک مملکت. پسر بسیار نازنینی هم ببینید، رضا پهلوی پسر خیلی خوبیه، گرفتاری دیگه هم داره، ولی آدم بسیار نازنینیه، تحصیل کرده است. حالا اون موقع ولیعهد اون مملکت اومده، اوکی؟ با من برنامه اجرا کرده، برنامه من انتقاد میکرد. حالا جالبه، 2 پرونده ای هم که برای من ساختن همکاران تلویزیونی ساختن، اوکی؟ من دیدم دیگه نمیارزه. با پسر شاه مملکت برنامه اجرا کردم، جام جهانی رفتم، المپیک هم رفتم. به نظر من شما به یک جایی میرسید، من معتقدم به اون کتاب آقای هرمن هسه، یک میگن majestic lady، یعنی شما به یک جایی میرسی احساس میکنی به شما میگن شما در این شهر نمبر 1ی. خودت باید اینقدر باهوش باشی که بگی من این شهر رو نمیخوام، من دنیا رو میخوام، حرکت کنی به سوی دنیا. حرفم میدونی چی؟ من یه روزی دیدم دیگه حرفی ندارم بزنم. من تعجب میکنم بسیار از این همکاران من هنوز تو تلویزیونم، هنوز هر روز برنامه اجرا میکنم. میخندی نه؟ من 6 بار مرخصی رفتم، 4 سال 4 سال هنوز کم میارم. مگه میشه هر روز شما برید اگر کاباره هم برید 6 شب بخونی، دیگه شب هفتم کسی نمیاد. مشکل ما اینه، مشکل ما گرید، دیگه بقیش خودتون تعبیر کنید، گرید برای بودن. یه چیزی که وجود داره اینه که هر زمانی که یه جوانی میاد توی دفتر من باریکلم و هر وقتی وارد میشه، من برمیگردم به روزی که دفتر شما وارد شدم و اون روز قول دادم که کاری که شما برای من کردید رو من به هر میل اونها انجام بدم. و واقعیت داره و همیشه اینو گفتم اگر ماروی خدا بخشا نبود، منم امروز به جوانها اون حق و اون راه رو نمیدادم، چون دیدم تو این شهر که چقدر جلوی همه گرفته میشد، هیچ کسی جا خالی نمیکرد که کس دیگه بیاد. برای همینم امروز من اون یه چیزی که به حس منه و برای همینم من از شما تشکر میکنم. نه احتیاج به تشکر نیست، من هیچ کس رو کشف نکردم، هر کس خودشو کشف میکنه. علیرضا امیرقاسمی خودشو کشف کرد، اوکی؟ من فقط راه رو بهش نشون دادم. شما منو روسفید کردید. مرسی. اوکی؟ بچه های دیگر هم که من آمدن و با من کار کردن، واقعا من احساس غرور کردم، یعنی احساس کردم حقشونه. ببینید شما نمیتونید، یک نقطه وقتتون نمیگیرم، اینو میگم. ببینید من 40 سال در خیابان 7 و بلوار هنپین مینیسودا یخ زدم، یک روز سرد فوریه 1979، یه پسر نازنین 4 ساله بغلم، باند پیچی کرده از سرما، منتظر اتوبوسیم که بریم منزل. من براش کمیکای ستار وور رو خریده بودم، اوکی؟ خودم هم مجله تایمز رو خریده بودم. من مجله تایمز رو ورق زدم تا اتوبوس بیاد، دیدم گزارشیست از دادگاه سرلشکر ربیعی یا سپهبد ربیعی، هر چه. در اونجا یک جمله بود، هرگز دیگه نیومد، فقط اون خبرنگار داد. نوشته بود که آقای ربیعی تو دادگاه گفت
من اشتباه کردم، برای شاهی خدمت کردم که یک جنرال آمریکایی اومد دومشو گرفت از ایران انداخت بیرون. این هیچ جا دیگه چاپ نشد. چرا؟ راز انقلابه، یعنی یک کودتا شده، ارتش مالید، شاه بیرون، انقلاب پیروز. ببینید اون موجب شد من 4 سال از کتابخونه ها نیام بیرون. اون پسره که کوچولو هم علیرضا 1 سال پیش اومد اینجا، نه اینکه برای پام، ESPN فرستاده بود یک سوژه درست کنه برای فیلم ستار وار، درسته؟ رئیس ESPN مارتین پسر منو انتخاب کرده بود، همون بچه‌ای که عاشق ستار وار بود، همون بچه‌ای که میگو من باید لوک سکای واکر رو ببینم. مارتین اومد پیش من، تلفن زد به کی؟ بازیکن ستار وار کی بود؟ هریسون فورد؟ نه اون یکی، اصلیه. اون یکی نقش لوک سکای واکر رو بازی می‌کرد. مارک هاملتون. زنگ زد به اون، گفت من پیسم آماده است، شما بیایید نریشنشون انجام بدید. اوکی؟ تمام شب این مرد بزرگ که الان بچه داره، ولی اون بچه خوابش نبرد باید بره مارک همه رو ببینه. وقتی رفته بود و مصاحبه رو کرده و برنامه رو درست مثل همون نوستراداموسی که شما درست کردید من اجراش کردم، من اونجا احساس کردم اون داستان تموم شد. اون داستان 40 سال مارتین دنباله منه، شما هم دنباله من بودید، برای همین هم من هیچ احساسی نمی کنم باید برگردم به تلویزیون. مرسی. I love you. مرسی خانم آقایان، ما روی خود بخشید.